عین عرفان، آشنایی با مقوله عرفان و تفوق. در هر یک از این برنامه ها یک مقوله از مقولات عرفان و تصوف مورد تشریح قرار می گیرد. موضوع مورد بحث این جلسه واژه های علم و عرفان است. با سلام. عرفان به معنی شناخته. عرفان برابر نهاد واژه شناخته. پیش از آمیزش واژه‌های عربی در زبان فارسی، به جای واژه عرفان از کلمه شناخت استفاده می‌شد. بعد وقتی که این زبان فارسی جدید به وجود اومد، از 1300 سال پیش به این طرف، خیلی از واژه‌های عربی هم داخل در چهارچوب زبان فارسی دری شد و به همین دلیل قبلاً اگر از واژه شناخت استفاده می‌شد به عنوان معادل کلمه گنوز در زبان یونانی، بعداً از واژه عرفان هم استفاده شد. عرفان معادلیه برای شناخت فارسی و گنوز یونانی. آیا عرفان میتونیم بگیم که یه ایدئولوژی یا جهانبینی خاصیه؟ عرفان نه ایدئولوژیه نه جهانبینی. عرفان مطلق شناخته. سوژه عرفان، سوژه شناخت، هر چیزی میتونه باشه. میتونه یه قطره باشه، میتونه یه اقیانوس باشه، میتونه یه امر مرئی و طبیعی و مادی و عینی باشه، میتونه یه امر ماورای طبیعی و نامرئی باشه، میتونه خود باشه، میتونه خدا باشه. شمول بسیار زیادی داره، دامنش خیلی وسیعه. تفاوت علم و عرفان چیه؟ علم به معنی دانشه و دانش برابر نهاد فارسی علم به شمار میره. از فعل دانستن، دانایی. به لحاظ اصطلاحی علم یک حیطه معینی داره، یعنی اصطلاحاً امروزه بهش میگن علوم تجربی، یعنی در اثر جمع‌بندی حاصل از تجارب آزمایشگاهی به دست میاد و برای هر کسی قابل دسترسیه و اعتبارش به تجربه آزمایشگاهیه. اما عرفان به بینش اطلاق میشه، یعنی مقوله‌ای نیستش که ما توی آزمایشگاه بتونیم کم و کیف و خصوصیات یک تجربه عرفانی رو به تجارب آزمایشگاهی برسونیم، به یک سوژه درس دانشگاهیش بکنیم به عنوان یک تجربه علمی. تفاوت علم با عرفان در همین جاست که دستاوردهای علمی برای هر فردی در هر آزمایشگاه مخصوصی که مجهز به وسایل لازم باشه قابل تجربه کردنه، اما مقوله عرفانی امر فردیه، امر جمعی نیست، تجربه قابل انتقال به غیر نیست، هر فردی خودش باید تجربه بکنه. شناختی که از عرفان حاصل میشه به چه وسیله ایه؟ شما اشاره کردین به بینش، همون سلوک یا بینش یکیه؟ دستاوردهایی که در اثر مشاهده حسی به دست میاد و مقدمه علم قرار میگیره همراه میشه با استنتاجهای منطقی، با استدلالهای عقلانی، اون وقت به جمع‌بندی علمی میرسه. اما عرفان تفاوتش اینه که به طور کلی از حواس پنجگانه، یعنی چشم برای دیدن، گوش برای شنیدن، شامه برای بویدن، ذائقه برای چشیدن و لامسه برای لمس کردن استفاده نمی کنه، بلکه
حس درونی رو تقویت میکنه که اصطلاحاً بهش میگن حس ششم. به این دلیل مقدمه عرفان بینشه و بینش یعنی باز کردن چشم سر، باز کردن چشم دل، باز کردن چشم سوم، یعنی تقویت یک حس ششم علاوه بر این پنج حسی که ما داریم. بینش به این معنیه. این شناخت غیر منطقی پس میشه؟ شناخت غیر منطقی نیست، شناخت فراحسیه ولی غیر منطقی نیست. فراحسیه ورای حس میره، ورای حس، شناختیه ورای شناخت حسی. اما اشخاصی بودن مانند شیخ محی الدین عربی، شیخ محمد لاهیجی، شیخ شهاب الدین سهروردی که اون حاصل شناخت مستقیم رو جمع‌بندی علمی، منطقی و عقلانی کردن و بیانش کردن، فرمولش کردن و بیانش کردن. به این دلیل علم و عرفان با همدیگه منافاتی نداره بلکه مکمل یکدیگر. برای حصول چنین شناختی، چنین بینشی، آیا یه متد خاصی وجود داره؟ مسلماً همچنان که برای حصول تجربیات علمی کودکستان، دبستان، دبیرستان، دانشگاه، دانشکده، آموزشکده وجود داره و شاگرد از استاد راهنما فن و فوت تجربه کردن و جمع‌بندی کردن و استدلال کردن صحیح بر اساس قوانین منطقی رو فرا میگیره و فارغ التحصیل میشه، برای حصول بینش مستقیم و شناخت یعنی عرفان نیز متد و روش و اسلوب خاص وجود داره که شاگرد اون رو از استاد فرا میگیره و به کار میبنده تا قوه فراحسیش بیدار بشه و بتونه اون چیزهایی رو که عالم حس بهش راه نمیبره از طریق مدارک فراحسی درک بکنه و شناخت نسبت به اونها حاصل بکنه. آیا بین عرفان و تصوف فرقی هست؟ معنیشون متفاوته؟ تصوف در حقیقت سیستم آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت عرفانه، یعنی قوا و مدارک فراحسی شاگرد برای شناخت مستقیم در مکتب تصوفه که پرورش پیدا میکنه. استادان تصوف روش بیدار کردن اون چشم سر، چشم دل یا چشم سوم رو به شاگرد یاد میدن. همچنان که فراگیری علوم تجربی نیاز به تربیت شدن زیر نظر استادان حاضر، ماهر و صاحب تخصص داره، بیدار کردن قوای فراحسی هم نیاز به این داره که شاگرد توسط استاد در این مکتب تربیت بشه.
سلامت می کنم، جان را غلامت می کنم. رندان سلامت می کنم، جان را غلامت می کنم. مستیز جامت می کنم، مستان سلامت می کنم. در ادامه یک سلسله تظاهرات زنجیره‌ای برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، بعد از ظهر شنبه حرکتی از سوی شماری از درویش گنابادی ساکن بلژیک و آلمان در برابر کلیسای قدیمی شهر کلن برپا شد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان از محل برگزاری این تجمع گزارش میده. پس از برپایی چند تظاهرات در برابر سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران در چند پایتخت اروپایی، این حرکت‌ها از این هفته به داخل شهرهای اروپا راه یافته و بعد از ظهر شنبه شماری از درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی در برابر کلیسای معروف دوم، قدیمی‌ترین و بزرگترین کلیسای شهر کل، گرد هم آمدند. در اطلاعیه‌ای که به دو زبان انگلیسی و آلمانی در این حرکت به رهگذران داده میشه، از جمهوری اسلامی ایران آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی خواسته شده. در حالی که این تظاهرات ادامه داره، من جلو میرم و با آقای افشین ساجدی که اخیراً همراه با آقای مصطفی آزمایش، سخنگوی انجمن پاسداشت جهانی حقوق بشر در ایران، با برخی از مقامات پارلمان اروپا در شهر بروکسل دیداری داشتن، میگوسم الان وضع جسمانی به ویژه درویشان بیمار در زندان ادین چگونه است؟ مشکل اصلی الان در مورد جناب آقای مصطفی دانشجو هستش، به خاطر مشکل شهید ریوی برای هر چند نفس از حال میره، اکسیژن کم بدنش میرسه و متاسفانه هیچ مراقبت پزشکی که لازمه و متناسب با این مشکل ریوی ایشون هستش به ایشون ارائه نمیشه. آقای افشین ساجدی، که شما اخیراً با آقای مصطفی آزمایش دیداری با تنیشند از مقام‌های پارلمان اروپا در شهر بروکسل داشتید، مسئله که مطرح شد این بود که برخورد با درویش یک برخورد سیستماتیک است. در طول چند سال حسینی‌های ما مورد تهدید و تخریب قرار گرفته و وکلا و روزنامه‌نگارا فقط به خاطر انجام کارهای پروفشنال خودشون مورد تعقیب قرار گرفتن. ما اینها رو منعکس کردیم و خواهش کردیم که لحاظ کنن در گفتگوهای خودشون با دولت ایران. خب خانم، شما در این حرکت اعتراضی در شهر کلن شرکت کردید، می‌بینم که عکسی رو مقابل صورتتون گرفتین به صورت ماسکتون. این عکس یکی از برادران درویش ماست که به جرم دفاع از حقوق دیگر برادران خودشون که اعتقادات مذهبی داشتن، متاسفانه در بندن بدون هیچ گناهی. جناب آقای مصطفی دانشجو که وکیل درویش هستن، خواسته ما اینه که بگذارن هر کس هر عقیده‌ای دارن تا زمانی که به کسی آزاری نرسونده و در دل خودش هست، راحت به اعتقادات و آیین خودش بپردازه، چه بهایی، چه مسیحی، چه ارمنی، چه هر دینی. چرا نباید بتونه با خواسته خودش، با اون که بهش اعتقاد داره، با خدای خودش نیایش بکنه؟ همین. سلام دوستان، سلامی به گرمی آفتاب و در این حال پر از درد، دردی برگرفته از اسید، برگرفته از صورت سوخته دختران با شرافت ایران، دردی برگرفته از زجه های مادر ریحانه، دردی برگرفته از گردوندن جوان هامون در خیابون ها و اونها رو وادار کردن به صدای گوسفند در آوردن و برگ درخت خوردن. آری دوستان، روزهای پر از دردی است و گذار بسیار سختی در پیش روست و در این حال گذاری پر از امید. مصاحبه‌ای رو دیدم از محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد به اصطلاح حقوق بشر ایران،
که در مصاحبه با شبکه ملی صدا و سیما در نهایت بی‌شرمی و وقاحت میگفت همان گونه که ندا آقا سلطان اون دختر عزیز ایرانی رو در جریان سال 88 غربی ها کشتند و همکنون آزادانه در انگلستان میگردند، جریان اسید پاشی رو به اونها نسبت میداد. کمی با خودم اندیشیدم که اینها میدونند که اکثریت ملت ایران و مردم آزاد اندیش ایران ماهیت این ماجرا براشون کاملا عیانه، همون گونه که در خیابان‌های اصفهان و تهران و دیگر شهرها فریاد زدند. امام جمعه اصفهان چند روزی بیش از این واقعه گفت که امر به معروف دیگه لسانی امکان پذیر نیست و بسیاری دلایل و شواهد و قرائن دیگه. البته ممکنه یک نفر یا دو نفر بیگناه رو بگیرند و به دار بیاویزند در این ماجرا، ولی ماهیت این ماجرا برای همه مشخصه. با خودم اندیشیدم که چرا این سیاه نمایی ها و مصاحبه ها رو انجام میدن. بعد به این نتیجه رسیدم که این مصاحبه ها و سیاه نمایی ها برای اون حلقه های کوچک خودشون و اون نیروهای خودشونه که ریزش نکنند و اونا رو دائما مورد مخشویی قرار بدن، که به اصطلاح ما به اون حلقه ها میگیم حلقه های صالحین هستن و همون بسیجی های از نظر ما. ولی چگونه میتونند حتی برای اون حلقه های کوچک خودشون، حلقه های صالحین یا بسیجی ها توجیه کنند گردوندن جوان ها رو در خیابون ها و اونها رو وادار کردن به صدای گوسفند در آوردن و برگ درخت خوردن؟ چه توجیهی میتونن برای این عمل داشته باشن؟ آیا میتونن این رو هم به غربی ها نسبت بدن؟ آیا غربی ها بودند که جوان ها رو مورد ضرب و شتم قرار میدادند و وادارشون میکردن که برگ درخت بخورند و صدای گوسفند در بیارند؟ میبینیم که این نقشه و نیرنگ اونها هم کاملا بر آبه و درست این همون مسئله اسید پاشی داره اینجا تکرار میشه، چون از من و توی جوون میترسند، ترس و واهمه اینها از ماست. اونجا بدن مادی و فیزیکی و صورت اون دختر عزیز ایرانی رو مورد تجاوز قرار میدن با اسید و تخریب میکنند و در اینجا اون جوانهای بین 20 تا 30 ساله رو، شخصیت و روانشون رو هدف قرار میدن و تخریب میکنند، اونها رو وادار به صدای گوسفند در آوردن و برگ درخت خوردن در انظار عمومی میکنند. پس ترس اینها از من و تو جوونه، از اون نیروی فعالیه که در درون بانوان ماست و سالهاست که سعی کردند با مسئله حجاب اون نیرو رو مورد سرکوب قرار بدند. ترس و وحشت اینها از من و تو جوونه که اگه من و تو فقط روزی یک بار این بیت پرآوازه استاد سخن سعدی شیراز رو که می‌فرماید بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. اگر فقط روزی یک بار ما این بیت رو زمزمه کنیم، اون موقع است که در میابیم به صورت من اسید پاشیدن. منو تو خیابونا گردوندند و وادار به صدای گوسفند در آوردن و برگ درخت خوردن کردند.
پدر و مادر منو به دار آویختند. اون وقته که دیگه من و توی جوون همراه میشیم. همراه. همراه همراه. تا برنامه بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق، شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار. سلامت میخونه خورشید ربانی نگر مستان سلامت میخونه شما همراهان همیشگی مجله هفتگی چشم‌انداز در خدمتتون هستم در برنامه این هفته با اشاره به ابعاد نگران کننده طرح مقابله با گروه‌های انحرافی که در جلسه 21 فروردین ماه سال جاری توسط تعدادی از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است. بیشتر لازم است بخش‌هایی از مقدمه و ماده تبصره‌های این طرح رو برای شما عزیزان مرور کنم. در مقدمه این طرح آمده است چنانچه می‌دانیم صدای زنگ خطر گسترش نامحسوس فرقه‌های شیطان پرستی و سایر فرقه‌های انحرافی بین جوانان بلند شده و خانواده‌ها را حیران کرده است. در راستای شبیخون فرهنگی شیوع عرفان‌های کاذب هشدار دهنده است. ایجاد مکتب‌ها و مرام‌های انحرافی یکی از اهداف شوم قدرت‌های استکباری عنوان شده و طی سال‌های اخیر فرقه‌های مختلف صوفیه در حال فعالیت گسترده و مراکزی را به عنوان پایگاه‌های خود بنا کردند. اینها بخش‌هایی بود از مقدمات طرح مقابله با گروه‌های انحرافی که برای شما عزیزان روخوانی کردم. بدای این نمایندگان طرایق صوفیانه هم از نوظهور و غیر نوظهور دارای وجوه مشترکی هستند به عبارت فعالیت انحرافی منافی شرع مقدس اسلام. این نمایندگان یادآور شدند که در این خصوص دو مسئله اساسی را باید مد نظر قرار داد. مسئله اول
پرهیز از نگرش حقوق بشری الحادی و مخالف نظر اندیشمندان اسلامی و مرحله و موضوع دومی بخش توجه به ظرفیت‌های حقوقی موجود و مواد قانونی کنونی است. به گفته این نمایندگان، این طرح پس از طی ماه‌ها زمان و کار کارشناسی مراکز گوناگون مرتبط با این امر تهیه شده است. نمایندگان این طرح را دارای جامعیت دانسته که با استفاده از ظرفیت حقوقی موجود میتوان آن را در قالب یک ماده واحده قابل الحاق به فصل نخست قانون تعزیرات حکومتی و نیز با ملاحظه قواعد جدید لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به اجرا درآورد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران متن کامل این طرح را منتشر کرده که بر اساس ماده واحده آن هر شخص تحت هر عنوانی به شیطان پرستی، عرفان‌های نوظهور یا دیگر فعالیت‌های انحرافی اقدام نماید، چنانچه مشمول حد نباشد، در صورت تشکیل یا اداره سازمان، انجمن، فرقه، مؤسسه، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از 2 نفر در داخل و یا حتی در خارج کشور به حبس تعزیری بیش از 5 تا 10 سال یا شلاق از 31 تا 74 ضربه یا هر دو مجازات محکوم می شود. در بند به ماده واحده این طرح آمده در صورت فعالیت تبلیغی در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل سخنرانی، انتشار، ساخت، توزیع یا وارد کردن کتاب، نشریه، لوح فشرده و سایر ابزارهای میبخشید انتقال مفاهیم به حبس تعزیری بیش از 2 تا 5 سال یا شلاق از 31 تا 74 ضربه یا هر دو مجازات محکوم می شود. و در بند جیم این طرح آمده در صورت عضویت در هر یک از گروه‌های مذکور در بند الف یا شرکت مستمر در جلسات آنها به حبس تعزیری بیش از 6 ماه تا 2 سال یا شلاق از 31 تا 74 ضربه مگر اینکه ثابت شود از اهداف و فعالیت‌های این گروه‌ها بی اطلاع بوده محکوم خواهد شد. این ماده واحده دارای 2 تفسره نیز هست که بر اساس تفسره یکی آن مقام قضایی میتواند در تشخیص انحرافی بودن فعالیت‌ها از کارگروه تشخیص انحرافات موضوع این قانون استعلام نماید. همونطور که به تفسیر یک این ماده واحده اشاره کردیم، مقام قضایی در تشخیص انحرافی بودن فعالیت‌ها می‌تواند به کارگروه‌هایی که به این منظور تشکیل شدن مراجعه کند. این کارگروه‌ها متشکل از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک نفر کارشناس مسائل فرهنگی به انتخاب کمیته مقابله با فرق و جریان‌های انحرافی شورای فرهنگ عمومی با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نفر کارشناس مسائل امنیتی منتخب وزارت اطلاعات است. و سرانجام در تفسیر 2 آن به تشریح وظایف قانونی کارگروه تشخیص انحرافات پرداخته شده که بر اساس آن این کارگروه می تواند رأساً به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی نظر خود را در خصوص انحرافی بودن فعالیت‌ها و حداکثر ظرف 1 ماه از تاریخ ثبت درخواست در دبیرخانه کارگروه اعلام نماید. سایر امور اجرایی این کارگروه در میبخشید بر اساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه و ابلاغ خواهد شد. با ما بمانید با ادامه این بخش خبری. طرح مقابله با گروه‌های انحرافی چراغ سبز حاکمیت به قوای سگانه برای سرکوب دگراندیشان به شمار می‌رود. امریکا بر این نگرانی‌ها دامن می‌زند. اخبار جست‌وگریخته محافل امنیتی اطلاعاتی است که از فراهمسازی بسترهای اجرایی این طرح علیه شهروندان پرده برمی‌دارد و هشدار جدی نسبت به توطئه‌های برنامه‌ریزی شده علیه گروه‌های قومی عقیدتی در کشور محسوب می‌شود. تا آنجا که پایگاه خبری تحلیلی مال مهر مشروع گفتگویی با سردار علی استاد حسینی فرمانده سپاه استان البرز را منتشر کرده که این فرمانده سپاه در بخشی از اظهاراتش وجود همه اقوام و طایفه های مختلف در استان البرز را از مزلات این استان برشمرده و با اشاره به بزهکاری، اقدامات مجرمانه، بدحجابی و رشوه‌خواری، اما مهمترین مزل استان البرز را وجود دراویش، بهائیان و به گفته وی فرق زاله و شیطان پرست عنوان کرده است.
این سردار پاسدار در ادامه این گفتگو اذعان می‌دارد که همیشه عوامل بسیج و سپاه به بهانه اجرای اصل شرعی امر به معروف و نهی از منکر عملیات خود را علیه شهروندان به طریق لسانی انجام می‌دادند. به گفته وی اما خیلی هم پیش می‌آمده که کار به درگیری فیزیکی کشیده می‌شده و ضرب و شتم و بگیر و ببند و به زندان افکندن شهروندان رو در پی داشته. یکی از آمران به معروف و به اصطلاح بازوی اجرایی نظام به شمار می رود می گوید ما همیشه همین پروسه را دنبال می کردیم و منتظر تصویب قانون هم نبودیم، ولی حالا قانون در حمایت از این حرکات تصویب شده و در نتیجه به عملیات بسیج و سپاه جمعه قانونی داده شده است. به این ترتیب می بینیم موجی از سرکوب و فشار علیه گروه های قومی عقیدتی در کشور در راه است. پیشتر در اردیبهشت ماه سال جاری، درست یک ماه پس از ارائه این طرح به مجلس، نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با سایت خانه ملت با انتقاد از اینکه قوانین فعلی توانایی مقابله با فرق انحرافی و عرفان‌های نوظهور را ندارد گفته بود تصویب طرح جدید مقابله با فرقه‌های انحرافی و عرفان‌های نوظهور در مجلس شورای اسلامی علاوه بر پاکیزه شدن فضای فرهنگی از ایجاد چنین فرق زالهی جلوگیری خواهد کرد. سایت فرق نیوز هم که دستی طولانی در پرونده سازی علیه دیگر اندیشان عقیدتی در ایران دارد، در تازه ترین خبر به نقل از سید مهدی قریشی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در آذربایجان غربی، نسبت به خطرات عرفان‌های نوظهور و توجه طلاب به آن هشدار داده و افزوده است معاونان تحصیل در حوزه‌های علمیه به جوانان توصیه‌های لازم را در زمینه بحث‌های خرافی و عرفان‌های نوظهور داشته باشند و با ارائه یک برنامه فکری و معنوی به جوانان گوش زد کنند که پیگیر سخنان هر شخصی نباشند. این اظهارات در نشست هماندیشی معاونان تبلیغ و تحصیل حوزه‌های علمیه استان آذربایجان غربی بیان شده است. به تمامی این موارد مستندهای تلویزیونی که دست رسانه ملی برای تشویش اذهان عمومی و ایجاد فضای تهمت و افترا را باز می‌گذارد در برنامه‌هایی با عنوان شوالیه‌های شیطان در لباس عرفان‌های نوظهور را اضافه کنید. متوجه خطرات ناشی از اجرای چنین طرح‌هایی خواهید شد که به سرکوب هرچه بیشتر شهروندان در کشور می انجامد. این در حالی است که خانم الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور در سفر به چین با تاکید بر اینکه روحیه حاکم بر ایران روحیه مبارزه با افراطگری و خشونت است، مدعی شد در ایران همه میبخشید حقوق همه ادیان محترم شمرده می شود. به نظر می رسد بسیاری از معاونان و مشاوران آقای روحانی از آن جمله خانم امینزاده یا از تبعات اجرای چنین طرح‌هایی در جامعه بی اطلاعند یا به طور عمدی خود را به بی اطلاعی زدند. اگر نسبت به اجرای کلیات طرحی که اخیراً به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و عواقب اجرا و تصویب چنین طرح‌هایی در کشور توجه نشود، عواقب سوء آن به طور قطع جامعه کثیری از شهروندان و دیگر اندیشان عقیدتی به ویژه پیروان طرایق صوفیانه با عنوان فرقه‌های زاله، برادران اهل تسنن با اتهام وهابی‌گری و پیروان دیگر آیین‌های انتقادی را از گزند سرکوب‌ها در امان نخواهد گذارد. امریکه در موضوع اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان با عنوان طرح امر به معروف و نهی از منکر پیشتر به تصویب مجلسیان رسیده بود و در بحبوحه اسیدپاشی‌های اخیر مجلسیان در صدد تصویب طرح حمایت از آمران و ناحیان آن برآمدند و جملگی ایرانیان شاهد آن بودند، به ویژه که بسیج به عنوان بازوی عملیاتی اجرایی این طرح موظف به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسانی شد. از سوی دیگر خطر بروز و ظهور مؤسسات به اصطلاح فرهنگی نظیر طلوع با حضور چهره‌های نظیر صفار هرندی
و علیرضا پناهیان، نادر طالبزاده، شهریار بحرانی، جمال شورجه، وحید یامین‌پور تا سمسامی، پیغامی، خوشچهره و توکلی نشان می‌دهد حاکمیت در نظر دارد به طرق مختلف زمینه را برای مغزشویی جوانان فراهم سازد. به گفته برگزار کنندگان مراسم اولین سالگرد مؤسسه طلوع حق، برگزاری دوره‌های آموزشی تئوریک در زمینه مطالعات سینمایی، خبرنگاری، نویسندگی، سیاست و تاریخ و دروس گفتاری مقدمات برای هوشمندی نیروهای حزب الله را فراهم می‌آورد تا به گفته برگزار کنندگان این دوره‌های آموزشی راهکارها برای ارتقای فرهنگ و اداره کشور به صورت دینی و بومی فراهم شود. با این حال شاید اشاره دو تن از وزرای کابینه حسن روحانی در این روزها خالی از لطف نباشد که در پایان این برنامه به آن اشاره می‌کنیم. یکی از آنها اظهارات حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در گفتگو با خبرگزاری فارس در باب سلامت روان که گفته در ایران تریبون‌هایی وجود دارند که اگر برای سلامت روان کاری نمی‌کنند بهتر از تولید بیماری نیز نکنند. و دیگری اظهارات شگفت‌انگیز علی جنتی وزیر ارشاد نسبت به آمار بالای اعدام هاست، امری که بسیاری از مقامات حکومتی در مجامع بین المللی حقوق بشری آن را انکار می کنند. آقای جنتی با اشاره به آسیب شناسی مزلات اجتماعی به امر حجاب و مواد مخدر اشاره کرده و در بحث حجاب اقدامات حکومتی را تاکنون ناکارآمد دانسته و در مورد برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر گفته است یکی از مسائل مهم موضوع مواد مخدر است. چند سال است که ما با مواد مخدر مقابله می کنیم و چقدر برای بستن مرزهای شرقی کشور هزینه صرف کردیم و چه تعدادی را اعدام کردیم و اکنون در نوبت اعدام قرار دارند. این آمار شگفت انگیز است. امیدواریم این برنامه ها کمکی باشد به آگاه سازی جامعه برای جلوگیری از خطرات احتمالی که می تواند زندگی روزمره شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود. سازمان عفو بین الملل در بیانیه عمومی خود که روز پنجشنبه 15 آبان صادر شد، خواهان بهبود وضعیت وحشتناک حقوق بشر در ایران شد. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو نوشت مقام‌های رژیم ایران که در این اجلاس شرکت کردند تصویری تحریف شده از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دادند که هیچ مشابهتی با واقعیت‌های صحنه نداشت. مقام‌های رژیم ایران به جای کلمات خوشایند باید گام‌های قاطع برای بهبود پرونده وحشتناک حقوق بشر بردارند. تنها دو روز پس از اینکه یک نماینده مجلس ایران گفت که عامل اسید پاشی‌های اصفهان در یک قدمی دستگیری است و به زودی و راحت دستگیر می شود، معاون اول قوه قضاییه ایران افسوده که برای روشن شدن ابعاد این پرونده باید منتظر ماند و هنوز با قاطعیت نمی توان درباره اینکه اسید پاشی ها کار یک نفر بوده سخن گفت. در هفته که گذشت دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران وعده داد که وضعیت پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، کمتر از یک ماه دیگر روشن می شود. او همچنین آقای رضاییان را متهم کرد که فعالیت‌هایی داشته که مخل امنیت ایران بوده است. عضو هیئت مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران می گوید
نتایج جراحی پلاستیک قربانیان اسید پاشی مطلوب نیست، زیرا جراحی پلاستیک آنان به یک یا دو عمل منتهی نشده و حداقل به 60 عمل جراحی نیاز پیدا می کنند که روند درمان را به درازا کشانده و ممکن است تا 10 سال نیز طول بکشد. تحسن اعتراضی نسرین ستوده که از 20 روز پیش در خصوص حقوق دگراندیشان آغاز شده با همراهی شماری از فعالین اجتماعی روبرو شده است. محمد نوریزاد از منتقدان جمهوری اسلامی که در کنار نسرین ستوده حضور داشته در صفحه فیسبوک خود از همراهی شماری از دانشجویان محروم از تحصیل در این تحصن یاد کرده است. شیرین عبادی وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به همان بدی زمان محمود احمدی نژاد است و در برخی موارد حتی بدتر نیز شده است. در هفته که گذشت ناهید گرجی شهروند مشهدی که به علت فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان به سر میبرد و بازپرس از ورود وکیل بر روی پرونده وی ممانعت کرده است. آنسوتر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در واکنش به مخالفت فدراسیون جهانی والیبال با میزبانی ایران در مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان به علت راه ندادن زنان به ورزشگاه ها این تصمیم فدراسیون جهانی والیبال را بسیار مؤثر خواند و گفت هرگز یک دولت نمیتواند خود را از نتایج تصمیمات بین المللی کاملا در امان بداند. کارگران تهرانی برای تأمین هزینه‌های خود ماهانه 822 هزار تومان و کارگران روستایی 92500 تومان کسری بودجه دارند. در تهران 70% حقوق کارگران صرف اجاره خانه می شود و بیش از 50% کارگران به شغل دوم فکر می کنند. آنسوتر در هفته که گذشت حدود 100 نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی قوب صبح روز یک شنبه 18 آبان 93 در اعتراض به پرداخت نامنظم حقوق طی 2 ماه اخیر در محوطه این کارخانه تجمع کردند. نجیب رئیسی فرزند مولوی دوست محمد رئیسی امام جمعه اهل سنت نصیرآباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. 62 افغان به دلیل برپایی جشن عروسی در شهر ری در استان تهران توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. در هفته که گذشت مسئولان از دفن پیکر نرگس خاتون برقی شهروند بهایی که به تازگی فوت کرده ممانعت به عمل آوردند. مسعود رضایی نوکیش مسیحی که به 5 سال زندان محکوم شده است روز یک شنبه 18 آبان ماه جهت اجرای محکومیت خود را به زندان عادل‌آباد شیراز معرفی کرد. 4 تن از طلاب اهل سنت مدرسه علوم دینی منبع العلوم کوهبند که پیشتر در کرمان بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده بودند بار دیگر به دادگاه ویژه روحانیت احضار شدند. محمد علی طاهری در حالی که دومین هفته از اعتصاب قضای خود را در زندان انفرادی بند 2 الف اوین سپری می کند در حالت ضعف شدید جسمی
مجدداً به دادگاه احضار شد. روز دوشنبه 19 آبان ماه در طی برگزاری یک کلاس تدریس قرآن در منطقه شکار شهر اهواز 16 تن از فعالان فرهنگی و نوکیشان اهل سنت اهوازی بازداشت شدند. در ادامه فشارها و آزار دگراندیشان در ایران، دو تن از پیروان آیین یارسان اهل حق و یک فعال دانشجویی طی روزهای اخیر در کرمانشاه بازداشت شدند که از سرنوشت آنان خبری در دست نیست. بنابرای گزارش های رسیده، یکی از مأمورین زندان گوهردشت کرج، علی سلامپور، زندانی سیاسی را هنگام انتقال به بیمارستان مورد ضرب و شتم شدید قرار داد. گفته شده این زندانی سیاسی پیشتر هنگام بازجویی در اثر شکنجه از ناحیه گردن، کمر و نیز بیضه ها دچار آسیب های جدی شده بود. افشین بایمانی، زندانی سیاسی، ساعت 11 صبح روز شنبه 17 آبان ماه به سلول انفرادی بند 5 زندان رجای شهر منتقل شد. آنسوتر علی مظفری، رئیس دادگستری استان خراسان رضوی، از دستگیری افرادی در مشهد خبر داد که او آنها را شایع سازان اسید پاشی نامید. ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی زندان رجای شهر کرج که به تازگی به اعدام نیز محکوم شده است، یک شنبه 18 آبان ماه به سلول انفرادی منتقل شد. خبرها حاکی است که حکم اعدام یک زندانی متهم به محاربه صبح روز شنبه 17 آبان ماه در میدان بار نوغان مشهد اجرایی شد. غلامعلی صادقی، دادستان عمومی انقلاب مشهد، اظهار کرد این فرد به نام نادر حقیقت ناصری، معروف به سعید، دارای 30 مورد جرائم خشن در سطح کشور و مشهد بوده است. خبرها حاکی است که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز یکشنبه 18 آبان از اجرای مرحله اول فیلترینگ هوشمند ظرف یک ماه آینده خبر داد و گفت که مرحله دوم این طرح ظرف 3 ماه و مرحله سوم آن تا 6 ماه آینده کامل می شود. نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح روز یکشنبه 18 آبان ماه در جریان رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، سازمان بسیج را موظف به اجرای امر به معروف و نهی از منکر کردند. حمید رضا احمدی از بازداشت شدگان سرای اهل قلم که از دیسک کمر و تنگی کانال نخاع رنج می‌برد، با عدم رسیدگی پزشکی در زندان اوین روبروز. آرش صادقی، آتنا دائمی، آسو رستمی، علی نوری و امید علی شناس همچنان به صورت بلا تکلیف در سلول‌های انفرادی بند 2 الف اوین نگهداری می‌شوند. ماموران زندان به افشین بایمانی اطلاع دادند که برای وی پرونده جدیدی تحت عنوان توهین به مقدسات و توهین به رهبری مفتوح شده است.